هرگاه در جامعه ای حداقل 70% از جمعیت در واضح سنی 15 تا 64 سال یعنی سنین فعالیت و کار باشند، اصطلاحاً آن جامعه در فرصت پنجره جمعیت تعریف می شود. پنجره جمعیت فرصتی طلایی برای اصلاح ساختارهای جمعیتی و همچنین رشد و پیشرفت علمی و اقتصادی است که اگر مغتنم شمرده نشود، نه تنها خود تهدید خواهد بود، بلکه بعد از عبور از پنجره جمعیت، امکان مدیریت و ترمیم ساختارهای جمعیتی و تحقق رشد و توسعه بسیار پایین و قریب به ناممکن می گردد. زمانی که افراد گروه سنی کمتر از 15 سال در یک کشور کم می شوند و جمعیت بالای 65 سال آن افزایش می یابد، پنجره جمعیتی به سمت بسته شدن می رود. کشور ما تا حدود سال 1415 شمسی در فرصت پنجره جمعیت است. فرصتی که در آن می توان تعداد تولید کنندگان را نسبت به مصرف کنندگان افزایش داد. وضعیتی که به طور طبیعی برای افزایش تولید سرانه مناسب است. از طرف دیگر، افزایش سن ازدواج، تک فرزندی، سقط جنین، ناباروری زوجین و بارداری دیررس از جمله چالش‌های پیش رو برای استفاده از این پنجره جمعیتی است. چالش‌هایی که رفع آنها می‌تواند یکی از اولویت‌های پیش رو در دولت جدید باشد. پنجره جمعیتی، مدیریت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی پایدار در گام دوم انقلاب اسلامی ایران.